خب پس چی یاد گرفتیم تا الان؟ نکته خیلی مهم، ایمان مسیح هستش که ما رو حفظ میکنه، ایمان مسیح هستش که ما رو وارث کرده، ایمان مسیح هستش که ما اقتدار داده. آمین. اقتدار از خود ایمان مسیح از ما جاری میشه. اقتدار رو نمیتونی به دست بیاری، اقتدار به داده میشه. ولی لطف خدا که برکت مضاعفشه از اطاعت شما جاری میشه. آمین. تمام شد. پس آیا جایی برای اطاعت در فیض هست؟ 100%. جایی برای اطاعت در فیض هست. هر کسی که از فیض استفاده درست میکنه و اطاعت میکنه، زندگیش خیلی پربرکته. تمام شد. زندگیش خیلی پربرکت و پر میوه هستش. حالا ادامه میدیم. میگه زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نمیشود. قبول داریم. اما اگر چون عدالت در مسیح را میطلبیم، خب خود هم گناهکار یافت شویم، آیا مسیح خادم گناه است؟ هاشا. زیرا اگر باز بنا کنم آنچرا که خراب ساختم، هر آینه ثابت میکنم که خود متعدی هستم. زانو که من به واسطه شریعت نسبت شریعت مردم تا نسبت به خدا زیست بکنم. با مسیح مصلوب شدم، اوکی؟ با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنم. و زندگانی که الهال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. فیض خدا را باطل نمیسازم، زیرا اگر عدالت به شریعت میبود، هر آینه مسیح عبس مرد، یعنی بی خود مرد، عبس مرد، درسته؟ عبس مرد. اوکی. خیلی نکته مهمیه، خیلی خیلی مهمه، به خاطر اینکه اینجا در میگه من به شریعت نسبت به شریعت مردم، میگه تا نسبت به خدا زیست بکنم. اگه میخوای زندگی بکنی بس اول بمیری. قبول داری یا نه؟ پس ملکوت خدا برعکسه، بده تا به شما داده شود، بکار تا درو کن، یعنی اول رها کن تا به دست بیاری، ول کن تا بهت برگرده، درسته؟ بمیر تا زخمی شو تا شفا، پایین بیا تا بلند شی، پا بشور تا رهبر بشی. آمین. همه چیز در ملکوت خدا چیه؟ برعکسه. اوکی؟ قبول داری اینو؟ اینو شنبه درس خواهیم داد. ملکوت خدا کاملا واژگونه. اوکی؟ حالا گوش کنیم. اگه میخوای در مسیح زندگی بکنی، باید در فیض زندگی کنی، درسته؟ پس به نسبت به یه چیز دیگه ای بمیری. پس نمیتونی در فیض زندگی بکنی مگه اینکه نسبت به شریعت مرده باشی. تو نمیتونی حیات واقعی رو در مسیح تجربه کنی مگه اینکه هیچ ذریتی اپسیلون، یه ذره، یه حتی به اندازه یه دونه چیز، ذریت چی؟ گرد و خاک، شریعت تو شبت باشه. تو اون کمال حیات رو نمیتونی تجربه کنی اگه هنوز یه جایی تو وجدان و روح تو، بدن تو، فکر تو، وجود شریعت داره زندگی میکنه. کامل نمیتونی زندگی کنی. خب داستان اون براهای عید چی هستن که براها رو قربان میکنن؟ چیه؟ عید قربان هستن که دارن جون میدن، گردناشون رو زدن ولی هنوز نمردن، نیمه مردن، تا پاهاشون اینجوری میلرزه. شما مثل همونا میمونی که گردنتو میخواد یکی بزنه ولی کامل نزده، خون میاد ولی هنوز نمردی کاملا. مسیحی که یه پاش تو شریعته، یه پاش تو فیضه، متوجه هستی در ملکوت حیات مسیح حرکت نمیتونه بکنه. اوکی؟ آزادی رو کاملا نمیتونه تجربه کنه، حیات رو نمیتونه کاملا تجربه بکنه. حالا میگه من با مسیح مصلوب شده ام، چون کلمه پرزنتنس یعنی حال رو استفاده میکنه، یعنی این مصلوب در گذشته فقط نبوده، روزمره است. مصلوب شده ام، نمیگه شدم، مصلوب شده ام، یعنی روزمره من با این صلیبم دارم چیکار میکنم؟ حرکت میکنم. میگه کسی نمیتونه بیاد بگه من شاگرد تو هستم و صلیبو و خودش هم نکنه. خب صلیبی که شما دارید هم میکنید برای کی دارید هم میکنید؟ برای خودتون دارید هم میکنید. شما نمیتونید با مسیح درست زندگی بکنید مگه اینکه یه چیزی رو هم هر روز میخکوب بکنید، درسته؟ چه چیزی رو بس میخکوب بکنی؟
نفس تو، نفس جسمانی رو. اولین فکری که تو انسان میاد اینجا میگه که اوه آره دیگه، این اون شریعت رو نمیگه، من از اون گناه و اون ضمیر گناه آلود متوجه هستی و داره حتما درباره جسم گناه آلودم که با اسم مسرور صلیب بیارم صحبت میکنه. آره و نه. بله، نفس انسانی متوجه هستی همیشه به گناه منجر میشه، درسته؟ ولی نفس انسانی در واقع در چارچوب مسئله کلیسایی و حداقل در نوشته های غلاطیان اون نفسی هستش که به طرف شریعت کشیده میشه. و اینجا بس میدونیم که وقتی داره پولس درباره این صلیب صحبت میکنه و میگه من با مسیح مرده ام، درباره چه موتی داره صحبت میکنه؟ میگه اون پولسی که به دنبال شریعت میبود، اون پولسی که همه شریعت یهود رو انجام میداد، اون دیگه مرده. چون بس به متن نگاه بکنیم، متن داره چی درس میده؟ متن داره درباره شریعت یهود درس میده. پتروسی که جلوی دیگران حاضر بود چیکار بکنه؟ با دیگران غذا نخوره. پس در انتهای همون صحبت هاست که میگه من مردم، من دیگه اون پولس قدیمی نیستم که نگران باشم مردم چی فکر میکنن و فکر نمیکنن، من دیگه اون پتروس قدیمی نیستم که حالا باید جلوی بقیه هر کاری که دیگران میکنن بکنن که من جلوشون خودم رو چیکار کنم بزرگ ببینم. این پتروس دیگه، این پولس دیگه مرد. و باید آیه رو در متن ببینیم. پس یکی از درس‌های مهم تعلیم کتاب مقدس اینه، شما باید تمام آیات رو در کل متن نگاه بکنید. اینجا متن درباره شریعت یهوده. وقتی پولس میگه من نسبت به اون مردم، من با مسیح مردم، داره درباره یه چیزی نظر میده که شنونده درک بکنه. من نسبت به شریعت چیم؟ مردم. شریعت رو من میخکوب کردم. چرا که میخوام یه چیز حقیقتی رو بهتون درس بدم. قضای گناه میدونین چیه؟ قضای گناه یعنی کود دیگه، درسته؟ میخواید گناه زیاد بشه تو زندگیتون؟ دوست دارین؟ نه. ولی اگه میخواید کود به یه چیز بدین که خیلی سریع روش بکنی، میدونین چیه؟ چیه؟ کود گناه چیه؟ شریعت. کود گناه شریعت. کود گناه شریعت. هر چقدر بیشتر شریعت درس بدی، گناه بیشتر میشه. جایی که شریعت بیشتره، گناه هم بیشتره. اوکی؟ نفس انسانی به طرف شریعت کشیده میشه. چون به طرف شریعت کشیده میشه، به طرف گناه کشیده میشه. پس اگه نفس انسانی رو من میخکوب بکنم به گناه و بکشم، آمین، در واقع شریعت رو در خودم بکشم، گناه رو هم در خودم چیکار کردم؟ حبس نمودم. آمین؟ تو خود آیات کتاب مقدس میتونین آیه رو پیدا بکنین، جایی که شریعت زیاد است، گناه هم زیاده. اینو خودتون پیدا کنید. اینو پولس درس میده. میگه جایی که شریعت زیاده، گناه هم زیاده. When there is a lot of the law, there's a lot of sin. حالا شما با مسیح معصوم شدید یا نه؟ میگه من با مسیح معصوم شدم و زندگی میکنم. پس چه چیزی با مسیح معصوم شده؟ جسم شماست، درسته؟ جسم شماست که معصوم شده. این جسمی که دائما به دنبال غرور خودشه، بلند کردن خودشه، نفس خودشه، آمین، میخواد جلوی دیگران همیشه خودش اول باشه، آمین، میخواد جلوی دیگران خودش رو نمایان بکنه، میخواد بگه آقا من این کاره هستم، من این کاره کردم، به من نگاه بکنید. اوکی؟ جسمی که میخواد بگه که هی من بین شما ها از همه به خود نزدیکترم، آمین، من از همه بیشتر پول دادم به کلیسا، من از همه بیشتر به خدا سجده کردم، من از همه بیشتر دعا کردم، من از همه بیشتر بهتر زندگی کردم. این نفس مسلوب شده و این میمیره. فیض وقتی جاری میشه که شخص متوجه هستی اینو روی صلیب قرار میده. وقتی که میاد این طرف صلیب، انسانی که از روی صلیب رستاخیز پیدا میکنه علناً از دید خداوند، از نفس انسانیش خالیه. و چی باقی میمونه؟ اگه اینو از انسان بکشی بیرون چه چیزی باقی میمونه؟ هیچی باقی نمیمونه. چون خودمونو خوب میشناسیم چجور آدمایی هستیم. یعنی اگه من اینو از شما بگیرم، از انسانیتون بگیرم، چیزی که باقی میمونه هیچی از شما نیست. تمام خلاصه ما انسانها رو خلاصه کنی همینه: خودخواه، خود محور، خود طلب، خود راضی. آمین. خودتو میخوای خلاصه کنی همینه. حالا هر چی میخوای خودت گول بزنی همینه: خودخواهی،
خودمحوری. میخوای بدونی چرا اینقدر خودخواهی؟ در طول روز خداییش چقدر درباره خودت فکر میکنی؟ چقدر درباره دنیایی که داره میمیره فکر میکنی؟ کلن درباره خودت و نیازهای خودت چقدر فکر میکنی؟ گشنته؟ لباسات چطوره؟ خونه در چه حاله؟ مامان بابا چطوره؟ دیگران چی فکر میکنن؟ قیافه چطوره؟ آه؟ 90% کمتر فکر میکنی درباره خودت؟ خدایی چند درصد؟ 180% نداریم، 0-100 داریم، اوکی؟ شما چقدر فکر میکنی؟ من 80-90 درصدم درباره خودم فکر میکنم. درباره شکم، درباره همین شکم میبینی این شکم؟ من حداقل در طول روز درباره اینکه شکمم گندش کوچیکه حداقل یه ساعت فکر میکنم. حداقل یه ساعت فکر من در طول روز درباره اینکه آیا شکمم به اندازه کافی کوچیکتر داره میشه یا نه؟ چرا؟ یعنی آیا چیز دیگه وجود داره؟ یا وقتی که به خودم میرسم مثلا لباس میپوشم، کفش خوب میپوشم، دارم درباره چی فکر میکنم؟ خودم فکر میکنم. خودم. وقتی که داری به خودت خلاصه میکنی زندگی تو، خودت گول نمیزنی، میبینی که چقدر خودخواه هستی. آمین؟ اوکی؟ پس وقتی نفس انسان از خودش بگیری چی باقی میمونه توش؟ هیچی. هیچی باقی نمیمونه. هیچی توت نیست. هیچ چیز خوبی توت نیست که خودت یک ذره به خودت ببالی. خودت بشناس. بنابراین وقتی که ما درباره فیض درس میدیم، فیض تو رو از خودت خالی میکنه. چون وقتی به فیض میرسی میبینی که هر کاری هم بکنی بغل دستی هم همون قصد صاحب همونی هستش که تو هستی. خودتو بکشی و نکشی همون قصد این داره که تو داری. تموم شد. یعنی مچ تو میگیره. ها؟ حتی قل اون طرف اشتباه بکنه تو درست بکنی باز شامل همون فیضی. نمیشه که. درست نیست. مچ تو میگیره. انسانیت تو ازت میگیره. نفس ازت میگیره. برای همین بس فیض باشه تو کلیسا، چون اگه فیض نباشه نفس میاد. هر کاری بکنی آخر اول آخره. آخری همونقدر داره که اولی داره. بعض وقتا کسی که کمتر کرده بیشتر از تو میگیره. میخوای موهاتو بکنی. کسی که دو روز اومده تو ملکوت معجزه میگیره که 20 سال داری خدمت میکنی نمیگیری. کسی که یه هفته است میاد خدا رو میبینه تو الان 30 سال دعا میکنی خدا خودت به من نشون بده نمیاد. و دیوونت میکنه. چرا؟ چون تو فکر میکنی تو این کارت کار داری. داره نفستو میکشه. داره میکشته هر روز. برای همینه که بعضی ها که تازه نو ایمانن بیشتر میگیرن کسانی که بعضی وقتا 20 سال ایمان دارن. این فیضه. داره اون 20 ساله رو میکشه تا یاد بگیره تو نمیتونی از من چیزی رو بگیری که من نمیخوام بهت بدم. من همه چیزو بهت میدم. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. مای گاش. برای پاداشت میدوی؟ که پاداش داشته باشی؟ بدو. بعضی وقتا اونایی که هیچ وقت نمیدونم بیشتر از تو پاداش میگیرن. و دیوونه میشی. خسته میشی. چون داری میدوی برای چیزی که به دست بیاری. و نمیدونی که همه چیز رو داری. نمیدونی که همه چیز رو داری. خسته میشی. میدونی چرا خسته میشن خادمین؟ چون دارن سعی میکنن یه چیز رو به دست بیارن که آرادی دارن. دیوانه بازیه وقتی چیز رو داری و داری میدوی دنبالش که به دست بیاری. دنبال چیزی هستی که داری. خیلی مثل سگی میمونه که دنبال دمش میگرده. دنبالش هست اونجا. اگه دمش پشتشه. دمش دنبالش میگرده همش. میدوی همیتون رو خودش. چون فکر میکنه بس دمش رو پیدا کنه. دمش هست. همه چیز مال توه. دنبال چی میگردی؟ این به خاطر اینکه نفست داره ایجاب میکنه که تو باید به یه جایی برسی. تو خدا رو خوشنود کنی. و این رو صلیب بس قرار بگیره. برای همین تعلیم فیض واجبه. اساسیه. اسانس کلیساست. چون نفس رو میکشه. وقتی نفس رو بکشه تازه زنده میشه. پس سیستم کلیسا وقتی سالم میشه که طرف تازه میفهمه فیض چیه. اون وقت اون درختی که داره رشد میکنه سالم رشد میکنه. اون وقت میوهی که میده سالمه. اون وقت آدمایی که از این میوه میخورن میتونن درست زندگی کنن. پس تو میتونی بری سر هر میزی بشینی. یا چلو کباب بهت میده متوجه هستی مخلفاتش. یا بهت فسنجون میده مثلا درسته؟ یا بهت سوپ فیض میده متوجه هستی؟ گوش کن. دلت میخواد که یک چلو کباب رو بخوری. چون کباب خیلی خوشمزه است. آمین؟ فسنجون هم خیلی عالیه. اون سوپه که این جلوس زیاد مزه نمیده. ولی سوپه هستش که تمام به مریضیا
اون سوپ بال مرغ هستش که سالمت میکنه، اوکی؟ ولی تو میخوای چلو کباب رو بخوری. اون چلو کباب خیلی درس میدن. سوپ رو خیلی کم درس میدن. چون مزهش اونقدر به نفس تو نمیرسه. سوپت. من سوپ درس میدم. چون من میدونم همتون مریضید. حقیقتا میگم همتون مریضید. اگه سالم بودی من اینجا نبودم. چون مریضید احتیاج به سوپ مرغ دارید. تئولوژی که ما درس میدیم برای سلامتی کل فکرتونه. من میام و میرم. تا اینو شما هزار بار نشنوید عوض، این داستان داستان تکراریه. شما نمیتونید با یه جلسه عوض بشی. تو بس این کلماتی که من درس میدم و هزار بار بشنوی تا بالاخره یه دفعه به خودت بیای بگی او او اوکی، آره من از ارسیم بس استفاده کنم، من همه چیزو دارم، احتیاج دنبال چیزی بدوم. سگ اگه دنبال دومش ندوست، دومش هنوز مال خودشه. اوکی؟ آمین؟ مثل اون که میخواد با سایش صحبت بکنه. سایش همیشه هست. دنبال سایش میگه. سایش همیشه کنارشه. سایش همیشه هست. اوکی؟ همیشه سایت باهات هست. آرایت. حالا به فصل سوم نگاه میکنیم. اینجا میبینیم که هدف فیز مسلوب کردن نفس انسانی. اینو یادداشت کنید. هدف فیز مسلوب کردن نفس انسانیه. یکی از مشکلات اساسی تئولوژی کلیسا اینه که شما فکر میکنی که شما باید خودتو مسلوب کنی. نمیتونی. شما میگی که وظیفه شماست که به نفست چیکار کنی؟ نبگی. درسته؟ تا حالا دیدین کسی بتونه خودشو مسلوب بکنه؟ کسی میاد بتونه علنن بیا با دستش اینجا چیکار کنه؟ اوکی، اگه بتونی این دستتو میتونی بزنی. حالا یکی دیگه این یکی رو چیکار می‌خوای کنی؟ پس هیچ وقت تو قادر نیستی با اعمال خودت خودت رو مسلوب کنی. تا به حال چند نفر فکر میکنن که در واقع وظیفه خودمونه که ما خودمون رو چیکار بکنیم؟ مسلوب بکنیم. این وظیفه ما بودش که نفسمون رو چیکار بکنیم رو صلیب قرار بدیم. چند نفر فکر میکردن؟ من 23 4 سال فکر میکردم که وظیفه روحانی خودمه. بکن ببینم میتونی بکنی خودت مسلوب بکنی یا نه. میتونی بکنی یا نه؟ ببینم میتونی با یه دست که روی میخ خودت دست بعدتم بزنی یا نه. پس بس یکی دیگه مسئولیت بکنه. تو نمیتونی خودت مسئول کنی. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که خودت تسلیم کنی که دیگری مسئولیت بکنه. درسته؟ فیز اون دیگریه. فیز دیگریه. میگه مگه میشه؟ مگه فیز میتونه منو مسئول بکنه؟ How can grace crucify me؟ نه نشون دادم. خالیت میکنه فیز. تمام اون خودخواهی تو ازت میگیره. مجبورت میکنه به نقطه برسی بدونی که تو هیچ کدوم از این کارا هیچ نقشی نداری. یعنی خودتو بکشی نکشی نمیتونی یک قدم بیشتر به خودش نزدیکتر بشی که آردی هستی. نمیتونی یک قدم مقدس‌تر بشی که هستی. نمیتونی یک قدم اقتدار بیشتری به دست بدی که آردی داری. گم میشی تو این داستان چون نفست داره میمیره. هر چقدر فیض بیشتر میابی خب به این نتیجه میرسی که آنچه که هستی به خاطر دیگریه. و بعد کوچیک میشی. کوچیک میشی، کوچیک میشی، کوچیک میشی، کوچیکتر میشی، کوچیکتر میشی، همینطوری کوچیکتر میشی. هر چقدر فیض در تو بیشتر کار میکنه، تازه میفهمی تو هیچ کاره هستی، هیچی هستی. دیگری اون وقت بیشتر میشه. هر چقدر فیض در تو بیشتر میشه، کی داره میمیره؟ نفس داره میمیره. هر چقدر شریعت در تو بیشتر روش میکنه، کی داره میمیره؟ مسیحی که داره میمیره. کانترست میبینی؟ ها؟ آرایت؟ پس فیض مسلوب کننده نفسه. آمین؟ It's a strong word. خیلی کلمه زیباییه. فیض مسلوب کننده نفسه. It's the crucifier of the flesh. Grace it is. Wow. Grace is the crucifier of the flesh. فصل سوم. ای غلاطیان بیفهم بیشور، یعنی اهانت ها، کیست که شما رو افسون کرده است؟ یعنی کیست که شما رو جادوگری کرده است؟ حالا کلمه جادوگری میدونی از کجا میاد؟ کلمه جادوگری که از عبری از چیز میاد، از آرامیک میاد،
کسی که میخواد کسی رو جادوگری کنه اینجوری معنیشو میگن، تعبیر میکنن. کسی که دیگری رو چیکار میکنه؟ مانیپولیت میکنه. مانیپولیت کردن یعنی اینکه وادار کردن به عملی، با یه جور صحبت کردن دیگری رو چیکار بکنی، به یه جور عمل کردی واکنش بده، یعنی اخبار. حالا مثلا من اینجوریه، من میخوام شما رو مانیپولیت بکنم، یه جوری با صحبت میکنم که یه دونه برخوردی از شما بگیرم که شما یه جور ریاکشن انجام بدید که میخواد مورد تمایل منه. مثلا میگم ببین، میدونی امین، میبینی ببین جان این مشکل داره، خب اگه من جای تو بودم حواسم به این جمع میشد، خب این پدر مواظبش باش، من دارم جادوگریت میکنم، این جادوگریه. حالا هر چی میخواد شما بذارید، از دید کلام مقدس وقتی میگی پچ پچ میکنی تو گوشی یه نفر که میگی حواست به این باشه که اینو دیگری رو از این دور بکنی، علنا داری جادوگری میکنی. خب برای همین من هیچ وقت درباره هیچ کسی تو کلیسا مخفی منفی صحبت نمیکنم، چون میخوام اونو تحت شعای خودم قرار بدم، اینو تو خدمت بس یاد بگیری. ببین حتی به من شبان بعضی وقتا دلت برای نفر میسوزه، متوجه هستی؟ میدونی داره اشتباه میره، من میری به طرف میخوای بهش بگی آقا مواظب این باش، درست برمیگرده مثل بومرنگ استرالیا به خودت برمیگرده، میخورد تو صورت خودت، درسته؟ چون در واقع در ملکوت خدا ما صحبتمون همش برای بناست نه برای خرابی، درسته؟ وقتی هم که میخوایم به نفر هشدار بدیم، متوجه هستی؟ بازم به همون نتیجه میرسیم، آقا طرف آرادی فکرشو کرده، اگر هم میخواد گوش کنه به حرفای تو، متوجه هستی؟ به موضوعات قبلا گوش میکرد. اگه داره آرادی طرف چپ میره، بدون که گوش نکرده به حرفات تو، نمیخوادم گوش بکنه. من خودم خیلی راحت کردم تو کلیسا، من صدها بار سعی کردم دیگران رو آگاه بکنم از دیگران. و هر دفعه که سعی کردم دیگران رو آگاه بکنم از دیگران، همون آدمایی که فکر کردم که میخوام کمکشون کنم از من بیشتر زاد چه شدن، ناراحت شدن، درسته؟ اوکی. به خاطر اینکه این یک فرم از جادوگریه. اوکی؟ یه فرم از جادوگری. چرا؟ به خاطر اینکه داری سعی میکنی چیکار بکنی؟ طرف نظرش رو عوض بکنی، درسته؟ حالا گوش کنی. نیت قلبی خیلی مهمه. من نیت قلبیم همیشه خوب بوده، برای اینکه میخوام دیگری رو کمک بکنم، درسته؟ ولی یه چیزو یاد گرفتم. انتقاد کردن در ملکوت خدا از هر نوع ایمانداری، متوجه هستی؟ بس بسیار مواظب باشی انجام میدی. بسیار بس مواظب باشی. حتی اونایی که واضحاً دارن خرابکاری میکنن، باید مواظب باشی چی میگی چی نمیگی. خیلی مواظب صحبتات باش. خیلی. چرا؟ چون دیدم که کسی که بهشون اعتماد کرده اونه که چطور بهت میگم؟ اونه که جریحه دار میشه. حالا میخوام شرح بدم. کی به اگه من یه خادمی رو میشناسم که میخوام مواظبش باشی، درسته؟ اون مرد خدا یا زن خدا ایماندار یا نه؟ کی بهش اعتماد کرده که تو مورد ملکوت خدا شده؟ پس اگه من به این نفر بگم مواظب اون باش، دادم میگم مواظب کی باش؟ واو. اعتماد دیگری رو که رو اون قرار گذاشته زیر سوال دارم قرار میدم. خطر این داستان اینه که من خودم رو در جایی قرار دارم میدم که نباید قرار بدم. حتی اگر انتقادم به نظر و چیزه به نظر درست میاد، خطرش اینه که اعتماد مسیح رو به اون دارم زیر سوال قرار میدم. گوش کنید، من یه چیزی رو یاد گرفتم تو زندگی مسیح، از خادمین انتقاد نمی کنم. من کارم با خودمه، یا منو دوست داری یا دوست نداری، یا حرف منو گوش میکنی یا گوش نمیکنی، یا از خدمتم داری لذت میبری یا لذت نمیبری، به من چه که میخوای یه کار دیگه بکنی. من وقتمو هدر نمیکنم که بگم مواظب اون باش. میدونی چرا؟ چون که اگه تو مسیحی درست و سالمی بار اومدی، وقتی سر اون میز غذا میشینی بعد از دو سه هفته میفهمی غذای بده یا خوبه. احتیاج نیست که من بگم غذایی که داره میده خوبه بده. پس بنابراین میخوام اگرم میخوای بری غذای اونم بخوری، برو بخور. من مطمئنم اگه مسیح سالمی هستی، شکم درد که گرفتی برمیگردی. آمین. اگه برگردم بگم آقا مثلا من درباره من این صحبت ها زیاد شده، و من در زمان کوتاهی که الان داری فقط میگم خیلی درباره بدرمانی حرفو زدم، خب درسته؟ و در واقع منو جادو کردم، متوجه هستی؟ و چون با این جادو از دیگری متوجه هستی، به دیگری گفتن تو نرو اونجا، متوجه هستی؟ از این حرفا نشنو. ولی در واقع اعتمادی که مسیح به من کرده رو زیر سوال قرار دادن. حالا اگه اجازه میدادن که طرف بیا پیش من غذا بخوره، اگه غذای من بد بود برمیگشت پیش خودشون، درسته؟
خودشو کم میکنه وقتی دیگری رو کم میکنه، خودشو پایین میاره وقتی دیگری رو پایین میاره. من دیدم میخوای خدمت تو خراب بکنی، شروع کن دیگران رو خراب کردن. بنیهین بود یادته؟ بنیهین رو میشناسن چند نفر؟ بنیهین رو چند نفر بنیهین رو میشناسید؟ زمانی که بنیهین خدمت شروع کرد افت واقعی کردن، زمانی بود که تو تلویزیون اومد و جول استین رو که یکی از خادمین رو زیر حمله قرار داد. از همون نقطه میتونی ببینی که یه افت عمیقی خدمتش کرد. چرا؟ چون فکر کردش که این کارش داره کمک میکنه به دیگران. من خیلی وقتا دیدم که آدمایی که منو زیر حمله زیاد قرار دادن، متوجه هستی؟ در واقع علنا منو بیشتر بلند کردن. چون اون وقت طرفو چیز میکنی، اتفاقا طرفو واکنش میدی که بده ببینی طرف چی داره میگه. هر چقدر بهت میگه آقا مواظب اون باش، من همیشه یاد گرفتم. ببین برادر خواهر عزیزم، اگه به من اعتماد شده، چجوری میتونم این اعتماد رو برگردونم به عیسی مسیح؟ که به دیگری اعتماد کنم. اگه آنچه که به تو رایگان داده شده به رایگان میدم. من اونقدر به تو اعتماد دارم که اگه میخوای از این درس بری بیرون بگی بعد من حرفات واقعا اشتباه بود، یعنی دیگه یعنی بدتر از این تا الان نشده بودم تو زندگی، اوکی؟ آقا من رفتم. من اونقدر اعتماد دارم که اگر از اینجا بری و یه چیز دیگر رو بهت به خوردت بدن، اونقدر اعتماد دارم بهت که اگه واقعا ایماندار سالمی هستی برمیگردی. چون ایماندار سالم اینو احتیاج داره، به این طرف کشیده میشه. من احتیاج نیست که به تو بگم که نرو بزین، مواظب اونا باش، اونا خیلی تعالیمشون اشتباس. از کجا میدونی تعالیمشون اشتباس؟ مگه اینکه تو بری چیکار بکنی؟ بعد مانی پس معلمین کاذبو چجوری ما بس؟ تنها جایی که خط میکشم این استش که میگم کسی که شریعت رو درس میده دروغ داره درس میده، حالا با خودته، ولی حتی اسم نمیبرم. آمین؟ تنج تو در رساله ها میبینیم که پولس این کارو میکنه، اسم میبره. خب؟ آمین؟ جایی هست که اسم میبریم، ولی من به عنوان یه خادم، خب؟ نمیدونم، شخص خودمه، من خیلی میترسم از اینکه اسم ببرم، خیلی میترسم، یعنی سکوت میکنم. آمین؟ نمیدونم، میبینم که پولس کتاب مقدس بعضی جا اسمم میبره، میگه مواظب این باش، مواظب اون باشید، مواظب اینا باشید. نمیدونم در چه حدی تا چه حدی واقعا اونایی که به من اعتماد کردن احتیاج به اسپردن ها دارند. احساس میکنم که تو زندگی خودم رو از این بار مبرا کردم که خودم رو علنا دشمن کسی بکنم. آمین. شاید به نظر نیاد، درست نیاد، ولی تجویزم تو زندگی اینه. هیچ وقت حتی در پنهان سعی کنید اسم خادم دیگه رو کم چیز نکنید، کوچک نکنید. سعی کنید هر چی که میگید مثبت باشه، و اگه نمیتونید چیز مثبتی رو بگید سکوت بکنید. سعی کنید بلند بکنید، و اگه نمیتونی بلند بکنی سکوتت بکن. سکوت کن. من همیشه گفتم اعتماد میکنم به اینکه خدا من اونقدر منو دوست داره که اونایی که متعلق به من هستن به من مال من هستن. آمین.